بههم خیانت کرده بود در حالی که قول داده بود تنهام نمیذاره منم نتونستم تحمل کنم سلام و درود به رفقای گلم امیدوارم که حالتون عالی باشه پرونده ای که امروز میخوام براتون روایت بکنم مربوط به اتفاقات عجیبیه که برای مردی که زنش باردار نمی شده و این وسط به خاطر این قضیه دچار اختلافاتی شده بودن و کار تا جایی پیش میره که یه نفر به قتل میرسه رفقای گلم ممنون میشم ویدیو رو لایک بکنید و کانال رو سابسکرایب بکنید تا بقیه دوستانمون هم بتونن ویدیو رو ببینن همچنین ممنون میشم کانال کانال پادکست روایتمون رو که درش داستانهای واقعی که خودتون برام ارسال میکنید و من براتون روایت میکنم رو از قسمتی که بهتون نشون دادم سابسکرایب بکنید طبق معمول من در این کانال به صورت روزانه ساعتهای یک ظهر و نه شب برای شما پرونده جنایی روایت میکنم بریم وارد پرونده بشیم تا جزئیات ماجرا رو به طور دقیق بررسی بکنیم هفتم اردی بهشت ماه سال 1399 اتفاق هولناکی در اتوبان رسالت تهران رخ میده مردی در حالی که به همراه همسرش توی اتوبان در تردد بوده متاسفانه یهو یه به طرز عجیبی حالش بد میشه و نمیتونه تا ماشین رو کنترل بکنه این مرد در حالی که اصلا حال مساعدی نداشته تا حدودی نیمه هوشیار بوده همسرش سعی میکنه تا اجازه نده که تصادف بکنن و با زحمت هر چه تمامتر فرمون ماشین رو دستش میگیره و با کشیدن دستی سعی میکنه تا ماشین رو متوقف کنه راننده های دوروور به محض اینکه میبینن اوضاع سرنشین های این ماشین چندان مناسب نیست سریع توقف میکنن و به کمک اونها میان مشخص نبوده که چه اتفاقی برای مجتبا افتاده بوده اما حالش به شدت بد بوده جوری که انگار مسموم شده باشه به هیچ عنوان هم توان تکون خوردن نداشته و مدام سعی می کرده تا استفراغ بکنه اما فایده ای نداشته زیبا از حاضرین در صحنه خواهش میکنه تا هر چه سریعتر با آمبولانس تماس بگیرن یکی از حضار هم سریع تماسش رو برقرار میکنه و نیروهای امدادی خودشون را به اون محل میرسونن تیم اورژانس هم توی اولیه‌ای که داشته حدس میزنه که مجتبا مسموم شده باشه برای همین هم اون رو سریع به بیمارستان منتقل میکنه زیبا هم با ماشین خودش پشت سر آمبولانس راهی بیمارستان میشه و اونجا کنار همسرش بوده تا پیگیر وضعیتش بشه متاسفانه حال جسمی مجتبا به هیچ وجه خوب نبوده و کادر درمان هم علا رقم تلاش هایی که داشته موفق نمیشه تا کاری برای این پسر بکنه معده این فرد به آسیب دیده بوده و علتش هم مشخص نبوده تیم پزشکی بیمارستان بعد از چهار ساعت تلاش و شستشوی معده مجتبا وقتی میبینن که سم به طور کامل وارد بدن مجتبا شده اون رو به حال خودش رها میکنن اما همه ماجرا این نبوده متاسفانه این پسر توی این بازه سکته قلبی هم میکنه و بعد از ایست قلبی که براش اتفاق میفته جون خودش رو از دست میده موضوع برای کادر درمان کمی عجیب به نظر میرسه و اونها احت... استمال میدن که این اتفاق یه مرگ طبیعی نبوده و افرادی توی این قضیه دست داشتن برای همین هم اجازه نمیدن تا زیبا از بیمارستان خارج بشه از طرفی هم موضوع رو به حراست بیمارستان اطلاع میدن و تیم حراست هم گزارش خودش رو به پلیس میده خانواده مجتبا هم در این مدت از ماجرا مطلع شده بودند و خودشون رو به بیمارستان میرسونن اما موفق نمیشن تا پسرشون رو زنده ملاقات بکنن پدر و مادر بعد از اینکه جنازه بچهشون رو ملاقات میکنن توی بیمارستان کلی داد و بیداد راه میندازن و میگن که علت اصلی مرگ پسرشون عروسشونه اونا میگن که این دو نفر به هیچ عنوان با هم کنار نمی اومدن و عروسشون آخر سر زهر خودش رو ریخته حراست بیمارستان بعد از این قضیه مطمئن میشه که این ماجرا بوداره برای همین هم منتظر پلیس میمونه نیروهای پلیس آگاهی پایتخت بعد از ثبت اطلاعات و گزارشات و ماجرایی که رخ داده بوده سریعا خودشون رو به بیمارستان میرسونه. تا ببینن که ماجرا دقیقا از چه قراره نیروهای آگاهی توی بیمارستان با خانواده مجتبا و خود زیبا ارتباط میگیرن از طرفی توی پرسجوهایی که از کادر بیمارستان داشتن متوجه میشن که علت اصلی مرگ مجتبا ایست قلبی بوده اما پلیس احتمال میده که ماجرا فقط همین موضوع نبوده باشه چرا که پزشکی که این پسر رو ماینه کرده بوده توی اظهارات خودش به مامورا میگه که احتمال میده که علت سکته و ایست قلبی مجتبی مصرف ماده سمی بوده باشه این پزشک به مامورا میگه تا به حال سابقه نداشته که فردی بدون اینکه چیزی مصرف بکنه درگیر این اتفاق بشه و اینجوری جون خودش رو از دست بده مشتبا یا قرصی که انرژی بدن رو به مقدار زیاد و ناگهانی افزایش بده مصرف کرده بوده و دچار استرس شده و این بلا سرش اومده یا هم کسی ماده سمی به اون خورونده مامورا اظهارات این پزشک رو ثبت میکنن و با توجه به همین موارد طی اقدامی جسد مجتبا رو به پزشکی قانونی منتقل کنند تا تحقیقات با دقت و جزئیات بیشتری انجام بشه از طرفی مامورا با زیبا توی بیمارستان حرف میزنن تا ببینن که دقیقاً چه اتفاقی افتاده این دختر هم توی اظهارات خودش در حالی که گریه میکرده قسم میخوره و به مامورا میگه که از چی اطلاع نداره و نمیدونه که شوهرش چرا دچار این حادثه شده زیبا میگه ما در حال رفتن به خونه پدر و مادر مجتبا بودیم مجتبا بیرون بود و منم نمیدونم که کجا رفته بود بعد از اینکه به خونه اومد من از اونجایی که آماده شده بودم سری راه افتادیم تا بریم خونه پدر و مادرش اما توی راه این اتفاق افتاد و من هم نمی دونم که موضوع دقیقا چیه پلیس اظهارات این فرد رو ثبت میکنه و با پدر و مادر مجتبا هم حرف میزنه این دو نفر اما به شدت عصبی بودن و از دست عروسشون هم شاکی بودن اونها میگن که عروسشون باعث شده تا پسرشون کشته بشه پدر و مادر مجتبا میگن پسرشون تا حالت طبیعی نمرده و عروسشون باعث شده تا اون درگیر این حادثه بشه مادر مجتبا میگه پسرم و عروسم الان بالای شش ماهی میشه که با هم به شدت اختلاف دارند و همه ی فامیل هم دیگه از این قضیه مطلع هستند عروس هم به خاطر این که نمیتونه بچه دار بشه با مشکلاتی روبرو شده بوده و این وسط هم مجتبا بعد از این که از این قضیه مطلع میشه رابطش با زنش سرد میشه و این اواخر هم تصمیم داشته تا طلاقش بده اما این اتفاق افتاده و من فکر میکنم که عروسم پسرم رو به این حال و روز انداخته تا ازش انتقام بگیره مادر مجتبا میگه از هر کسی که میخواید بپرسید بپرسید همه در جریان این موضوع بودن پلیس اظهارات این مادر رو هم ثبت میکنه اما هنوز هیچی به طور دقیق مشخص نبوده قسمت های زیادی از پرونده ابهام داشته زیبا همسر مجتبا توی بیمارستان از پلیس خواهش میکنه تا تحقیقات خودشون رو به طور دقیق انجام بدن اون میگه بیگناه و متاسفانه پدر و مادر مجتبا هم این قضیه رو نمیتونن قبول بکنن و سعی دارن تا اون رو قربانی بکنن زیبا میگه من هر چقدر هم با همسرم مشکل داشته باشم اما به هیچ عنوان تا به حال حتی یک بار هم به ذهنم خطور نکرده که بخوام اون رو به قتل برسونم زیبا در تشریح اختلافاتش با مجتبا به معمورا میگه اون به خودی خود با مجتبا هیچ مشکلی نداشته پدر و مادر مجتبا بودن که باعث شدن تا این دو نفر با هم به اختلاف بخورن زیبا میگه من الان هفت ساله که با مجتبا زندگی مشترکم رو شروع کردم همون سال اول ازدواجمون فهمیده بودیم که من به لحاظ بارداری مشکل دارم اما هنوز نازایی من قطعی نشده بود برای همین هم هیچ اختلافی بینمون نبود با این وجود مجتبا به هم قول داده بود که به هیچ عنوان و هیچ وقت به خاطر بچه من رو تک نخواهد کرد اما مادرش اونقدر توی گوشش حرف خوند و خوند که اون زیر حرفی زد ما این شش ماه آخر به شدت با هم درگیر بودیم و من از دست اون دلخور و نار بودم زیبا میگه اون چه که مادر مجتبا به شما گفته برعکس چیزی بوده که توی خانواده ما رقم خورده بوده این دختر میگه حدودا یک هفته پیش بود که من و مجتبا به خاطر این اختلافاتمون با هم دوتایی نشستیم و حرف زدیم من تمام حرف دلم رو به مجتبا گفتم اونم بعد از اینکه حرفا مشنید به هم گفت توی این مدت اشتباهاتی کرده و قبول هم داره اما قول میده که همشون رو جبران بکنه مجتبا به هم قول داد که دیگه بحث طلاق و اینجور چیزها رو به وسط نخواهد کشید و این اختلاف رو از بین خواهد برد همه چیز توی زندگی من داشت به روال میافتاد که متاسفانه این اتفاق افتاد زیبا میگه من نمیتونم گناه کسی رو بشورم و نمیدونم هم که کسی توی این ماجرا دست داره یا نه اما قسم میخورم و باور کنید که من به هیچ عنوان توی کشتن شوهرم نمیتونم دست داشته باشم رابطه ما این یکی دو هفته اخیر به شدت خوب شده بود و من هیچ دلیلی برای این کار نداشتم اتصارات این زن رو ثبت میکنه موضوع و ماجرا پیچیده بوده و مادر مجتبا عروسش رو متهم میکرده و زیبا هم مادر مجتبا رو اما پزشکی قانونی طی این مدت بررسی ها و تحقیقات خودش رو به طور مفصل انجام میده و با شواهد و مدارک جالبی روبرو میشه طی تحقیقاتی که صورت میگیره معلوم میشه که مجتبا اون روز از صبح خونه نبوده و هر اتفاقی که براش افتاده باشه بیرون از خونه رخ داده از طرفی پلیس درباره دعوای خانوادگی که این دو نفر داشتن هم تحقیقات مفصلی انجام میده اهالی محله زیبا و مجتبا اینا شاهد جر و گاه و بیگاه این دو نفر بودن همسایه ها میگن مجتبا و زیبا با هم مشکل داشتن و تصمیم داشتن تا از هم جدا بشن اما از جزئیات ماجرا هیچ اطلاعی نداشتند. فردی که طبقه پایین خونه مجتبا اینا زندگی میکنه میگه من خودم شاهد این قضیه بودم دو باری هم بابت اینکه اختلافشون رو حل بکنم به خونهشون رفته بودم اما دیگه در جریان این نیستم که چه چیزی بینشون گذشت پلیس اسارات این فرد رو هم ثبت میکنه و همچنان به تحقیقات خودش ادامه میده اونچه که مبهم بوده این بوده که مامورا نمیدونستان که مجتبا قبل از اینکه به خونه بیاد کجا بوده برای همین هم تلفن تماس این پسر مورد استعلام قرار میگیره از طرفی گفته های زیبا بعد از بررسی های تصاویر دوربین های آپارتمانشون تایید میشه ممورا بالاخره متوجه میشن که مجتبا قبل از اینکه به خونه بیاد با دو نفر در ارتباط بوده نفر اول زنی به اسم سلماز و نفر دوم هم پسری به اسم علیرضا مشخصات هر دو نفر به دست میاد و توی این بررسی ها موضوع عجیبی مشخص میشه اونم این بوده که مجتبا با سلماز گویا ارتباط پنهانی داشته چرا که هیچ نسبتی با هم نداشتن و از طرفی اونها توی این چند ماه اخیر به صورت پیامکی و تلفنی بارها با هم در ارتباط بودن مامورا موفق میشن تا مشخصات سلماز رو و آدرسش رو پیدا بکنن و اون را به اداره منتقل میکنن این زن توی اداره پلیس به شدت استرس داشته و نمیدونستم که ماجرا چیه مامورا همه چیز رو برای اون تعریف میکنن سلماز بعد از شنیدن این جریان وارد شوک میشه و حالش به شدت بد میشه این زن توی اداره پلیس میگه من در جریان هیچی نیستم و نمیدونم میدونم که چه کسی این بلا رو سر مجتبا آورده پلیس متوجه بوده که سلما سعی میکنه تا ارتباطش با مجتبا رو مخفی بکنه اما خودش مدارک زیادی در این باره به دست آورده بوده استلام تماس ها و پیام هایی که بین این دو نفر رد و بدل شده بوده در اختیار سلماز قرار میگیره این زن هم بعد از اینکه میبینه پلیس از همه چیز خبر داره مجبور میشه تا ماجرا رو لو بده سلماز میگه من و مجتبا الان بالای شش ماهی میشه که با هم در ارتباط هستیم و زنش از این ماجرا هیچ اطلاعی نداره این زن میگه من خودم هم در جریان این نبودم که مجتبا زن داره از طریق دوستم با هم آشنا شدیم مجتبا به هم گفته بود که زنش رو طلاق گرفته و میخواد که مجددا تشکیل خانواده بده سلماز میگه من همون دو ماه اول متوجه همه چیز شده بودم تصمیم گرفته بودم از مجتبا جدا بشم و دیگه باهاش ارتباط نداشته باشم اما اون کلی خواهش رو التماس کرد و گفت که زنش مشکل بارداری داره برای همین هم امروز و فرداست که زنش رو طلاق بده سولماز میگه به خاطر همین قضیه هم من همه این مدت رو کنارش بودم این زن میگه اوایل من و مجتبا با هم ارتباط جنسی نداشتیم اما مجتبا منو سیغه خودش کرد و من توی این مدت با اون مثل زن و شوهر بودم این زن میگه آخرین باری که ما همدیگر رو دیدیم مربوط میشه به هفتم اردی بهش ماه ما با هم به بیرون رفته بودیم و مجتبا اونجا به هم گفت که قرار تا ظرف یک هفته همسرش رو طلاق بده و با من ازدواج بکنه منم خوشحال بودم توی همین بازه بود که یه نفر باهاش تماس گرفت و اون مجبور شد تا منو تنها بذاره و پیش اون شخص بره. من دیگه در جریان این نیستم که اون کجا رفت و چه اتفاقی براش افتاد پلیس اظهارات این زن رو ثبت میکنه و با توجه به این موضوع مشخص میشه که ادعاهای خانواده مجتبا یه جورایی حقیقت داشته و زیبا همه ی واقعیت رو به اونها نگفته بوده پزشکی قانونی هم اما بررسی خودش از جسد رو طی این مدت انجام میده و طی آزمایش ها مشخص میشه که علت اصلی مرگ مجتبا مصرف قرص برنج بوده گزارش تکمیل میشه و تحویل لیست داده میشه معمورا مشخصات علیرضا رو هم به دست آورده بودند و این فرد هم طی بررسی ها و تحقیقات شناسایی میشه و به اداره منتقل میشه با دستگیری علیرضا جزئیات پرونده تا حدود زیادی مشخص میشه علیرضا توی اظهارات خودش میگه فقط یه ملاقات ساده با مجتبی داشته اما همه ماجرا این نبوده طی بررسی ها و تحقیقاتی که صورت گرفته بوده مشخص میشه این پسر بعد از اینکه از پیش علیرضا جدا شده این اتفاق براش افتاده بازوی های از اون آغاز میشه و علیرضا هم نهایتا مجبور به اعتراف همه چیز میشه طی تحقیقات مشخص میشه که این پسر پسرخاله زیبا بوده و احتمال داده میشه که اون به همراه زیبا دست به این کار زده باشه علیرضا بالاخره بعد از یک ماه بازجویی فشرده تن به اعتراف میده و همه چیز رو برای مامورا تعریف میکنه این پسر میگه من مقصر این ماجرا نیستم فقط خواسته زیبا رو محقق کردم دختر گویا با شوهرش دچار مشکل شده بوده و به خاطر همین هم ازم کمک خواسته بود به من نگفته بود که قرصی که به هم داده چیه و برای چی میخواد این کارو بکنه فقط به هم گفته بود که میخواد تا مجتبا رو که بهش خیانت کرده رو تنبیه بکنه من نمیدونستم که چنین اتفاقی خواهد افتاد بعد از اینم که این ماجراها ها رخ داد با خودش تماس گرفتم و هر چی از دهنم در اومد رو بهش گفتم اون هم به هم گفت که نگران نباشم اگه ماجرا لو بره خودش همه چیز رو گردن میگیره پلیس این فرد رو هم ثبت میکنه و با توجه به گفته هاش به سراغ زیبا میره و اون رو به عنوان مزون اصلی پرونده بازداشت و راهی اداره میکنه اونچه که مشخص بوده این بوده که زیبا توی این ماجرا نقش اصلی رو داشته این دختر توی اداره پلیس با توجه به این که همه چیز لو رفته بوده مجبور به اعتراف میشه ماجرا رو هم برای همه مامورا تعریف میکنه زیبا میگه توقع داشتید چیکار بکنم آدمی که به من کلی وعده وعید داده بود و بعد این همه سال من رو پیش خودش نگه داشته بود و اجازه نمیداد که ازش جدا بشم و همیشه به هم اطمینان میداد که هیچ وقت تنهام نخواهد گذاشت الان این بلا رو سرم آورده بود زیبا میگه من در جریان هیچی نبودم طی این پنجش ماه اخیر متوجه شده بودم که شوهرم دیگه مثل سابق نیست و از طرفی هم فعالیت های مادر شوهرم برای ایجاد اختلاف بین ما بیشتر از قبل شده بود من هر فکری به سرم میرسید جز خیانت اصلا باورم نمیشد که مشتبا بخواد به هم خیانت بکنه احساسم این بود که اون میخواد من رو طلاق بده توی این مدت حساس شده بودم و خیلی بهش توجه میکردم شبا دیر به خونه میومد لباسش بوی اتکلون زنونه میداد و دو سه بار هم روی پیرهنش رد رژ لب دیده بودم همه اینها باعث شد تا تعقیبش بکنم و گوشی موبایلش رو هم چک بکنم توی پیامهاش متوجه شدم که با یه نفر خیلی صمیمی شده و رابطهش با اون خیلی مشکوک به نظر میرسه وقتی هم که تعقیبش کردم متوجه شدم که متاسفانه هر چیزی که احساس می‌کردم داشته اون داشته به هم خیانت می کرده دو سه شب به هم گفته بود که به خونه نمیاد منم از موقعیت استفاده کردم و به همراه پسر خالم تعقیبش کردیم به خونه اطراف میدون رسالت رفت و آمد داشت تو بررسی هایی که انجام دادم متوجه شدم که داخل اون خونه یه زن تنها زندگی میکنه همین برام کافی بود دنیا روی سرم خراب شده بود و همه چیزم رو از دست داده بودم تنها کسی که فکر می کردم حامی منه و کنارم خواهد بود به هم خیانت کرده بود به عصبی بودم و کنترلم رو از دست داده بودم که از پسر خالم خواستم تا به هم کمک بکنه و یه جوری حرسم رو بخوابونم دو سه روزی درگیر این بودم که ببینم چطور میتونم عوض این کار مجتبا رو دربیام. اون به هم دروغ گفته بود و پشت پرده داشت علیه من کار میکرد بعد از کلی فکر گفتم بهتر یه جورایی مسمومش کنم و اینجوری اذیت بشه زیبا قسم میخوره و میگه باور کنید من قصد کشتن شوهرم رو نداشتم اگه میدونستم که چنین اتفاقی خواهد افتاد هرگز چنین حرکتی رو نمی زدم طبق نقشه با علیرضا هماهنگ شدم و چند تا قرص برنج بهش دادم و از علیرضا خواستم تا مجتبا رو برای ناهار به بیرون ببره و بعد هم قرص برنج رو بریزه توی غذاش و اینجوری مسمومش کنه همین اتفاق هم افتاد اما متاسفانه اوضاع مجتبا بدتر از چیزی شد که انتظارش رو میکشیدم و اون در اثر مصرف قرص برنج دچار ایست قلبی شد مامورا اظهارات این فردو رو ثبت میکنند و نهایتا زیبا رو به تام مباشرت در این و علی رضا رو هم به اتهام معاونت در این قتل راهی بازداشتگاه میکنند جلسه رسیدگی به این پرونده هم برگزار میشه قاضی پرونده شواهد و مدارک موجود توی پرونده رو به طور دقیق بررسی میکنه توی خانواده مجتبا همونطور که قبلا هم از دست عروسشون شاکی بودن توی دادگاه هم درخواست قصاص میکنن و میگن به هیچ عنوان حاضر نیستن تا از عروسشون بگذرن زیبا و رضا اما توی دادگاه اظهارات قبلی خودشون رو تکرار میکنن و قسم میخورن که به هیچ عنوان قصد کشتن مجتبا رو نداشتن قاضی پرونده اما در نهایت بعد از بررسی مجدد شواهد و مدارک موجود زیبا رو به اتهام مباشرت در قتل محکوم به قصاص و علی رزا رو هم به اتهام معاونت در این قتل به پنج سال حبس محکوم میکنه خیلی ممنونم که تا اینجا پرونده همراه من بودید امیدوارم که تونسته باشم پرونده رو به بهترین وجه ممکن براتون روایت کرده باشم همچنین پیشنهاد میکنم این پرونده رو که مربوط به دختریه که توی مشهد سه بار ازدواج کرده بوده و یه بار هم فرار میکنه اما در نهایت اتفاقات هولناکی براش میفته رو تماشا بفرمایید